هموطنان صاحب دل دکتر اثر جفین هستم این بار می خواهیم که درباره یک موضوع بس و مهم امرای شما نظریات خود شریک بسازم و ای که با کدام کشور با کدام مریضی باید سفر کرد و کدام کشور برای تداوی امراض مختلف بهتر نسبت به کشور دیگر است به خاطر از که در این مورد با ما به طور منظم تا صدها هم وطن تماس میگیرن تا ما مشوره بتون که با این مریضی که دارن اثر دادی گرفته تا مریضی های مثلا جدیتر ام یا یا سرطان یا شکر به کدام کشور یا برون یا خوبتر است که هند برن یا پاکستان برن یا افغانستان برن یا از اروپا امریکا برن و برعکس ما میخوایم در این مورد تجربی خود دیدگاه خود با شما شریک بسازم که در کجا بهتر است که انسان تداوی شود ما هم دلایل شبرتان میگم دلیل امدی که افغان ها مثلا ناراضی هستند از سیستم توابت در کشور میزبان در کشوری که اقامت دائمی دارند یا ای که بعض عوامل دیگی وجود داره که هموطن ما در سر هستند از تداوی در کشوری که زندگی میکنن ما اطراف میکنم که بعض تفاوت ها وجود داره برخورد در برابر خارجی ها مثلا فرق میکنه در کشورهایی که ما شما امروز پناهنده شدیم مهاجر شدیم زندگی میکنیم اما این تفاوت دست نیست که مثلا در کشورهای عربی باشه در کشورهای عربی کاملا تفاوت های فاهش مابین خارجی و مردم خود عرب وجود داره اگر امارات است اگر عربستان سعودی است قطر از بحرین است کویت است در این کشورها حتی شفاخانه هستند که تنها مردم خود اون کشورها را تداوی میکنن خارجی حتی حق نداره که در اوج تداوی شود و باید در شفخانه شخصی برن و اونجا باید پول بپردازن که من شخصا تجربه خود در این مورد از عربستان سعودی دارم اما در اروپا یا در امریکا یا امریکا شمالی یا استرالیا کشورهای پیشرفته دیگه تدابی بر اساس پروتکل هاست تداوی استاندارد است رنود های که بر اساس از او ها اگر در امریکا هستند اگر در آلمان هستند تدابی یعنی که یک نو است تداوی اصلا تفاوت بسیار بسیار کم در مبین این کشور هاست ها یا پروتوکل ها و رنمود هایی که جهانی است و او را این کشور دنبال میکنند اگر هر شفخانی که مثلا در آلند است یا در بلژیک است یا در کشور های است یا در ایتالیا و فرانسه است یا در کانادا هست به اساس اون پروتوکل های قبول شده که های مختلف طبی او را میپذیرند و به اساس از او عمل میکنند تنها تفاوت در کشور اروپای شرقی است که هنوز این پروتوکل در سطح بسیار بلندش مثلا عملی نمیشن اما در کشورهای غربی و در کشورهای اروپای شمالی و بشمول استرالیا از این پروتوکل همگی استفاده میکنند سود ازی که انسان باید در کشوری که زندگی میکنه در اونجا باید تداوی شوی است که شما در او کشور اقامت دائمی دارن، در او کشور بیمه صحی دارن، در او کشور بیمه مرگ و میر دارن، از بلسانی او کشور شما با لسان او کشور آشنا هستن اقارب شما زندگی میکنه فامیل شما در زندگی میکنه و پوینت های مثبت و منفی او تبابت هم بناهن آسان تر است که در همون شما تلاوی شوین نسبت به ای که کسی از اروپا یا از امریکا هند بره می یک یک انگلیس کانادایی که به نام آرتور آرتور هیلیات میشه که ما کتابای زیر در زمانی که محصل بودیم خواندیم کتابای مشهورش مثل میدان هوی یا هتل یا کتابای دیگهش تشخیص آخر یا دوای بسیار قوی که در یک از این کتابای خود در مقدمش نشته میکنه که توابت تنها علاج سینه و مرض هم میفهمه ما در اون وقت ما فکر میکنم کنم سنفیسی تب بودم من مرا امی حرف بسیار بسیار یک قسم شوکه ساخت ما گفتم که چطور که با دتوابت تنها سینا و مرز مثلا قدرت علاج داریم و مرزهای دیگر مثلا این بسیار انتقاد شدید است که این ای اوتور کتاب یا نویسنده کرده اما اگر در واقع شما فکر کنین تبابت هنوز هم علاج بعضی مرزی ها را نمی فهمه. و و ما افغان ها کسایی هستیم که همیشه میخوایم که از دکتر بشنویم که مریضی ما بسیار اصلا جدی نیست عرفای خوش میخوایم از دکتر بشنویم و شنیدن اقایق طبی برای یک افغان دشوارتر است مثلا ما نمیخوایم بفهمیم که این مریضی که داریم این مثلا قابل علاج نیست یا علاجش مثلا امکاناتش 50 فیصد است یا 20 فیصد است یا معاینه که شدیم این معاینه دقیق نشان نمیده که ما چی تشخیص چی چی مریضی داریم و این اتفاق میفته به خاطر اینکه حتی اگر اگر سیتی است اگر ام است اگر اگر پیشرفته ترین معاینات دیگی که وجود داره که امروز مثلا تبابت به سوی معاینات ژنتیکی میرن که به اساس دی مریض مثلا امراض تشخیص میکنه که واقعا تبابت به سوی تبابت وقایوی میره که به اساس در خون دیده میشه که آیا مثلا شما امکان ازی که مثلا سرطان پروستات یک مرده بگیره یا سرطان سینه یک زنه بگیره شاید در آینده بسیار ساده باید با بر شوه و امروز حتی 200 نه دوا در 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 امریکا تست میشه دینی دی مریض که آیا این مریض امی گرفته میتونه یا نمیتونه یا یعنی این وجودش با او سازگاری میکنه یا نمیکنه که واقعا پیشرفت های بسیار بزرگ است در دنیای تبابت که روز به روز در کشورهای دی کشوار دیگه هم این به شکل روتین میشه که که بسیار مهم است یا در بدن مادر امروز توسط مثلا تست دانسته میشه که طفل معیوب است یا نیست که پیشرفت های بسیار جدی هسته که تبابت امروز امروز ایر قدرت داره اما در هند یا در پاکستان یا در افغانستان هیچ وقت یک دکتر معمولا بر شما نمیگه که مثلا شما مریض بسیار جدی هستین یا یا تداوی نمیشین به خاطر که دوجه تبوبات تجارتی است هر کس اوجه که شما مراجعه کنین وقتی که شما از اروپا از امریکا میرین و دمو یک وقت بسیار کوتاه بر شما تشخیص هم میکنن حتی مریضایی که شما ندارن برتون پیدا میکنن دوام براتون میده شما را حتی عملیات هم میکنن و پس شما میاین. امورویی که دارین به خاطر که مثبت به خاطر یک یک امو امو امو, امو با نسبت به امو ارتباطات گفتگان تا سنتی یا تاریخی که ما با هند و پاکستان یا یا بونمو تداوی شرقی داریم دیگر هم احساس میکنیم شاید همین احساس ما هم سی فیصد به خاطر مثلا شاید به خاطر الهی شما شاید کمک بکنه اما شما باور بکنید که اونم دکترای هندی و پاکستانی خواب از واسطه که خواب های زندگی زندگیشان هستن که یک بار بیان اروپا در انگلستان به خصوص یک ستاج بکنن یک سکالرشیپ یا حتی یا یک, یک کلینیکل اتشمند داشته باشن چقدر یا خوش میشن اینی که او دکترها دکترهای بهتر نسبت به دکترهای اروپایی نیستند فرق میکنه دکترها در هر کشور انسانها ها فرق میکنه دکترهای درسوس پیدا میشه دکترهای متکبر پیدا میشه اما در مجموع اونمو تبابت است و دری کشورها پیشرفته ترین در کشورها وجود داره در کشورهایی که شما زندگی میکنین شما کنفه که تکاملمونی به خاطر ترویش آمریکا رفته باشه یا برعکس اصلا وجود نداره استثنات تنها به خاطر بعض نو مثلا پیوندای بعض ارگان ها خاطر بعض مریضی ها میتونه که وجود داشته باشه اما به خاطر تداوی روتین هیچ بلژیکی حتی حالا نمیایه دسراداد در سرادات و حرف است کسایی که در کشور را زندگی می و میتونن که از یک کشور به کشور دیگه هم برند اما اما در مجموع اصلا وجود نداره ما افغان ها همیشه میخوایم که همیشه ناراض هستیم همیشه شکایت میکنیم و و به می شکل و امی ناراضی ما امی عدم اعتمادی که بالای تبابت داریم در اصلای دیگه زندگی هم خود خودم داریم که به می شکل ما را منفی باف می سازه و ما را نگذیر می سازه که برای دیگه شما در کشوری که زندگی می کنین، اگر احیانا مثلا با نظر یک دکتر یا با تداوی که در یک خوش نیشین خوش نیستین بخاطر سیکنده پینین به یک شفا دیگه برین حتی می که نظر دکتر سومی یا چورمی را بگیرین به یک شفا دیگه. باز ببینین که اگر دکتر را یک نظر دا شما اون نظر قبول کنین باز باز با شکل شما شما ادامه بدین شما می فهمین اگر شما در هند به طور مثال در روج عملیات میشین یا یک تداوی میگیرین و دکتر اشتباه میکنه شما چطور یادی حقوق در روج میکنین در کشوری که مثلا شما اصلا زندگی نمیکنین حتی لسانش هم مثلا نمیفهمین با استثنای بعضی کشور که کسایی که در انگلیسی در کشورهایی که انگلیسی حرف میزنند زندگی میکنن در بسا مشکل است که شما مثلا با, با, با دکتر باز محکمه برین در اونجا خود از, از خود در این کشور را دفاع شما کرده میتونین به خاطر که, بخاطر که ساده هست که این کار شما در این کشور ای انجام بدین در کشورهایی که زندگی میکنین پس, پس بسیار مهم است که واقعا وقتی که به خاطر یک مریضی شما تصمیم میگیرین که به جای سفر کنین از همه اولتر کوشش کنین در اون ملکتی که زندگی میکنین شما تداوی شوین تفاوت غرب و شرق همی است که یا وقتی که مثلا شما یک مریضی دارین مثلا سرطان دارین در اینجا دکتر برتان پست کنده میگه که شما مثلا سرطان دارین و خاطر کی بسیار مهم است و میگه که یک سال شاید شما زندگی کنین یک قایق تلخسته که وجود داره و ایره یا میگن یا مریضیتان میگه قابل علاج نیست اما در او, او کشورات ما این رو به خاطر که مسئله به خاطر وراثت به خاطر کسایی که بزنس میکنن باید تو بفهمن که یک سال بعد نیستن در این دنیا با این حقیقت و باید همین حقیقت بپذیرن و و با یک سال دیگه زندگی کنن و تمام مثلا گپایی که در زندگی دارن او را در فامیل یا در بزنس که دارن باید او را حل بسازن تا او, مدت و این از لازم حقوقی هم عرف, عرف, بسیار مهم است که کار را باید بکنن اما اگر به خاطر مثلا تداوی های جرای زیبایی میرن به خاطر مثلا کشت مو یا به خاطر ساختن دندان بسیار ساده است مثلا از اروپا برن برن مثلا یونا چی نام داره ترکیه به خاطر کشت مو یا به خاطر بعض جریه یا ایران یا بعضی کشورهای دیگه اوج ارزان تر است برتون خوب تر است یا به خاطر ساختن دندان مثلا بسیار کسا از انگلستان یا از کشورهای بعضی کشورهای دیگه غربی مثلا پراگ میرن جمهوری چک میرن مثلا با پول بسیار کم میتونن که شما های بسیار خوب در اوج بسازین اما به خاطر مثلا علاج امراض واقعا جدی کشور میزبان اعلان نکنین در اموج خود تروی بکنین این این ای را مرا واقعا بدلتان بگیرین که این گپ بسیار،, بسیار مهم است ما توقع می که حرفای مرا یا موقف و امو 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 این مرا ای مورد فهمیده فاهمی، باشین دیگه ساعت براتان میخوایم ویدیو را با هموطن شریک بسازین تشکر است توجهتان خداحافظ